ملازاده؟ بفرمایید، بنده هستم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام، من از دبی صحبت میکنم جناب. من میخواستم جواب آقایی بدم که میگفت سنی ها شیعه ها را مسلمان حساب نمی کنن. من تعجب میکنم هم چیزی. بله بله، من تعجبم واسه این که من سنی هستم. بله، من هیچ چیه ای که به صحابه پوش یا چیز بده مسلمان حسابش نمی کنم. نه، اگه سنی هم به صحابه پوش بده مسلمان نیست. اون اگه سنی هم به صحابه فحش بده مسلمان نیست. اون رابطه به شیعه است. برعکس شیعه درست اون نیست که به صحابی فحش بده. شیعیان شیعه درست شیعیان علی هستن. خود علی صحابه رو مکرم میدونست، دقت میکنین، معزز میدونست، ترحمشو میکرد. اما امروزه که معنی عوض شده، این چه رابطی به تشیع داره؟ امروز بسیاری از فرقای دیگه هم همین کارا رو میکنن. بس 90% شیعه که من میشناسم ایشون همه به صحابه فحش میدن. هیچ کدوم ابوبکر، عمر، عثمان، عایشه، خب. اینا ولی من به نظرم، ببین، من به نظرم، نه که من رو برنامه هستم بخوام تقیه کنم و مجامله کنم، نه، من به نظرم به جای تکفیر کردنشون باید مردم بیدار کرد. بسیار از این مشکلات شبیه اینه، این مثل اینه، به این بزرگی شبیهش در بیان و سنیان هم هستش، دقت میکنین؟ انشاءالله شما کاری بتونیم بکنیم واسه اینا. نه، همین، باید مردم رو بیدار کرد، همه مردم رو، مسلمان، غیر مسلمان، هی باید گفت مردم بیدار بشن، دقت میکنین؟ این فوشار اینا از کجا یاد گرفتن؟ از آخونده یاد گرفتن؟ درست. یک نفر بیدین در شکمش یه آخوند هستش. چرا؟ چون طرز اندیشه دینش از آخوند یاد گرفته. یارو کمونیسته میگه آقا شما سنی هستی مسلمان. خب الان راه چیه؟ راه این نیست که اینا رو همه رو بیام تکفیر کنیم، جنگ و مثلا این درست نمیشه، یعنی مشکل حل نمیشه. راه اینه که مردم رو باید بیدار کرد. بیداری هم با گفتنه به نظر من. خدا کنه بیدار بشن. چرا نشن آقا؟ چرا نشن؟ الله یهدیم. خواهش میکنم، خیلی متشکرم. اکرم کنم الله. سلامت باشین، بارک الله فیک.